دکتر آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم ما همراه شدند. متشکرم از حضورتون در برنامه جناب فتوحی. حکومت بارها تلاش کرده که مسئله مشکلات و بحران دارو را ارتباط بده به تحریم‌های آمریکا، در حالی که مقامات آمریکایی مکررن اعلام کردند که دارو مشمول تحریم‌های بین‌المللی بر ایران نیست و نخواهد بود. به زعم شما این سوء مدیریت گسترده‌ای که در حال حاضر وجود داره ناشی از چیست؟ بله، همونطور که اشاره کردین مسئله تحریم ها واقعا در درجه چندم هم قرار نمیگیره. وقتی آدم بخواد آسیب شناسی بکنه مشکل کمبود دارو و گران بودن دارو در ایران رو، دارو و مواد غذایی هیچ وقت مشمول تحریم ها نبودن. در بدترین حالت میتونه پروسه پرداخت قیمت دارو، هزینه دارو، یک مقداری با تاخیر انجام بشه بر اثر تحریم های بانکی که وجود داره، و اون هم با برنامه‌ریزی مناسبی که میشه کرد و پس‌انداز کردن اون داروهایی که در طولانی مدت نیاز خواهد بود بسیار به راحتی قابل حل هست. این مسئله اصلی همون سوء مدیریت و از اون مهمتر هم فساد و رانتخاری که در همه جوانب این سیستم وجود داره، ولی خب در مسئله و در حوزه دارو خیلی واضح مشاهده میشه. میبینیم که بارها قولهایی داده شده برای اینکه مسئله کمبود دارو و افزایش قیمت دارو به صورتهای مختلفی حل بشه. مثلا مسئله ایجاد طرح دارویار رو مثل یک راه حل بسیار معجزه آسا و که تمام مسئله قرار است حل بکنه ارائه کردن، ولی در عمل دیدیم که مشکلات به همونجا موند. مسئله تأمین هزینه بیمه ها و عدم پرداخت ارز به کسانی که ممکن هست از اون سوء استفاده بکنن، یا اینکه برای موارد دیگه غیر از واردات مواد اولیه یا خود دارو استفاده بکنن مطرح شد، تا حدی اجرا شد، ولی اون هم کارآمد نبود. میدونیم که عدم شفافیت زیادی وجود داره. سیستم سامانه الکترونیکی که کنترل بکنه ورود و توزیع دارو رو و مقدار اون رو وجود نداره، و خیلی مشخص است که سیستم نه توان اون رو داره و نه میل اون رو داره که بخواد سامان بده این وضعیتی رو که الان وجود داره، و متاسفانه با اون عرض محدودی هم که حتی از سالهای قبل هم کمتر هست و اختصاص داده شده به واردات مواد اولیه برای دارو و داروها، حتما و 100% با مشکلات بزرگتری در طول سال وقتی که بودجه تامین دارو کفاف نمی‌کنه روبرو خواهیم شد. جناب فتوحی، اگر متن خبر رو شنیده باشید، نظر شما در مورد اظهارات نماینده مجلس هست؟ در واقع همین بعد حساس، آسیب پذیر و شکننده دارو و خدمات درمان در ایران هم به نظر رسید که در پیشنهاد این فرد قرار به عنوان ابزاری برای ارز جمع‌آوری ارز بحران اقتصادی، به چه صورت قرار هست که این مدیریت بشه این بحران؟ بله، عرض کنم که این مسئله که مطرح کردن اصلا ایشون کارشناس این کار نیستن، مسئله اقتصادی نیستن در این مورد، و همچنین مسئله ارز برای تأمین دارو باید کاملا جدا باشه از مسائل دیگه اقتصادی که در مملکت وجود داره، مثل تمام کشورهای دیگه که سعی میکنن به نوعی این مسئله برای شهروندان خودشون حل بکنن. مسئله دارو، شاخصهای بهداشتی، مثل مسئله غذا به اصطلاح از اون مسائلی هست که حتما باید سوبسیدهای لازم برای اون اختصاص داده بشه، و هیچ انسانی نباید به خاطر مشکل مالی از درمان به اصطلاح کمبود درمان پیدا بکنه، چون مسئله مرگ و زندگی هست، مسئله کیفیت زندگی هست و از شاخصهای مهم توسعه و ترقی هر کشوری حساب میشه. به همین دلیل راهکارهایی که برای ارزان شدن قیمت دلار یا از این قبیل ارائه میشه، حتی اگر هم درست باشه، که این که مطرح شد الان هیچ اصلا کارشناسی به نظر نمیرسه، حتی اگر هم درست باشه دخلی نباید به این مسئله داشته باشه که وظیفه دولت هست و وزارت بهداشت هست که مسئله دارو رو صرف نظر از قیمت ارز حل بکنه. ممنونم از شما دکتر آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم.